بفرستم خدمتتون. به نظر من اولا باید یک تفکیک ما ایجاد بکنیم. هدف ما اجرای قوانین حقوق بشری هست و اعدام از نظر و از دید ما به عنوان یکی از پلیدترین و خودش یک ذات جنایت رو داره میرسونه. یا آدم ها به دو صورت مرتکب قتل و جنایت میشن، یا مریض روانی هستن که باید مورد روانکاوی قرار بگیرن، و یا معلول این خشونت هایی هستن که در جامعه امروز در حال رخ داده و این خشونت ها باعث این پدیده شده که باید اون خشونت ها موشکافانه مورد بحث قرار بگیره و اون خشونت ها رو در جامعه ما بتونیم به کم و حداقل برسونیم. و با اعدام کردن و پیچاندن طناب دار بر گردن انسان ها، کما اینکه ما در طی این سالیان سال دیدیم، به هیچ عنوان نتونستیم که خشونت رو در جامعه خودمون از بین ببریم. اگه قرار به از بین بردن خشونت در جامعه با اعدام بود، الان باید ایران بهشت میشد، چون هر روز چند نفر دارن سر به دار میشن. مرسی، میکروفون آزاد. و نفر آخر در این لحظه خانم فائزه از فرانسه، خواهش میکنم 60 ثانیه بفرمایید. و اجازه بفرمایید بینندگان عزیز، از این لحظه خطهای تلفن تلویزیون باز هست. بعد از اینکه از نهاد مردمی آخرین نفر خانم صحبتشون کردن، شما اگر پرسشی دارید میتونید به روی خط بیاید و اونو مطرح کنید. خانم فائزه از فرانسه بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. با تشکر از وقتی که به من دادید، درود عرض میکنم آقای دکتر فروتن و آقای فروزنده با سوالی که مطرح کردن. متاسفانه من نمیتونم بفهمم که آقای فروزنده، شما با تمام دانشی که دارید فکر میکنید که هنوز که هنوزه اعدام باید وجود داشته باشه. چرا ما نمیتونیم از اعدام به صورت دیگه ای استفاده کنیم، به جای اینکه بیایم اعدام بکنیم جوان ها رو و هر کسی رو، حالا هر کسی که میخواد باشه، از نیروی انسانی اونها به طور دیگه ای بتونیم استفاده بکنیم. مجازات کردن میتونه نوع دیگه ایش هم باشه که به عنوان مثال مدتی رو آموزششون بدیم، اگر نتونستیم احتمالاً کاری براشون بکنیم باید روانکاوی بشن. شما فکر بکنید الان جمهوری اسلامی همون کاری رو داره میکنه که شما دادین پیشنهاد میدید. من خیلی متاسفم از این مسئله‌ای که شما مطرح کردید. ضمن این که ما داریم تمام مدت کوشش میکنیم که به طور کامل اعدام اصلا از جهان برداشته بشه، چون جمهوری اسلامی به اسم اینکه هر تمام کسایی که اعدام کرده به همین عنوانه. به هر صورت من خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید، ولی من فکر میکنم درست انگوش گذاشتید رو نقطه ای که حساس ترین مسئله الان موجوده در اجتماع ما هست و کاملا باهاش مخالفم. متشکرم خانم. بنده به هیچ وجه اعدام های جمهوری اسلامی رو نه تنها تایید نمی کنم، بلکه چون نظام جمهوری اسلامی رو باور ندارم، اصلا باور ندارم که چه به آدم های سیاسیش و چه غیر سیاسیش، اینا هر حکمی که میدن از نظر من خلافه. ما داریم از یه جامعه صحبت میکنیم که در اون دیگه جمهوری اسلامی به گور تاریخ سپرده شده، یک جامعه آزاد و یک جامعه با موازین درست. یک اعدام برخلاف حقوق بشر نیست. حقوق بشر میگوید طبق قوانینی که آزادانه و به درستی رعایت شده است، شما میتونید جامعتون رو خاطی رو مجازات کنید. کجای اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید اعدام رو باید حذف کرد؟ شما اون اصل رو به من نشون بدید، من در مقابل همین دوربین عذرخواهی میکنم. دو، بنده نمیگم در یک جامعه آزاد و پیشرفته ما باید همه رو حلق‌آویز کنیم. خیر، بنده به عنوان یک کسی که به جامعه خودم دارم نگاه میکنم، فکر میکنم نگه داشتن یک سریال کیلر که 50 نفر رو میکشه، 40 نفر رو میکشه، توجه دارید در جامعه‌ای که ما میخوایم ایران رو بنا بکنیم، هیچ کس به جرم سیاسی در زندان نخواهد بود. اگر کسی آمد فرزند 5 ساله شما رو برد، تجاوز کرد و کشت و با 50 تا بچه دیگه هم این کار رو کرد، شما میگید اینو حالا روانشناس باید بررسی بکنه؟ شوخی میفرمایید؟ در حالی که میشود حفاظت اجتماعی رو به وجود آورد، پس شر این راحت شد. من شمر نیستم، لباس قرمزم نپوشیدم، ولی از عقاید خودم دفاع میکنم، برای اینکه میدونم شما چقدر هزینه رو میبرید بالا. همین امروز جامعه غربی
به خصوص آمریکا در کار خودش مونده، نمیتونن از پسش بر نمیان. یک قاتل رو که هیچ کاری نمیشه براش کرد در زندان نگه میدارن 40 سال، ولی مدرسه رو، صندلی رو که بچه شما احتیاج داره بره درس بخونه، بلا فاصله از یک کامیونیتی کالج، این کالج های 2 ساله حذفش میکنن. چرا؟ چون اون به عنوان ایمنی اجتماعی حساب میشه. این حالا ایژوکیشن میشه آورد پایین. بحث به مراتب پیچیده تر از این حرف هاست. خدای من، این اولین باره در تاریخ کار من در این تلویزیون که من میبینم نیست اینطور. آقای آریا، دیگه هیچ خطی باقی نمونده که قرمز بشه. بیننده عزیز، من خطای اضافه رو هم گذاشتن و همه پر شده، ولی چند دقیقه وقت دارم. اجازه فرمایید که شانسی انتخاب کنم. شانسی انتخاب بکنید، بفهمید. نه، این دقیقاً جناب فرزانه، من اصلا نمی‌دونم از خوشحالی چقدرم، برای اینکه الان همونجوری که دیشب شما فرمودید، احترام نظر دیگران در رابطه مسئله به این حساسی در رابطه با آینده ایران، شب‌های متعدد در این مورد صحبت کرد. ولی خوبی نهاد مردمی اینه که بعد از یک زمان معینی بعد رأی‌گیری خواهد شد. البته من در هر رأی‌گیری فعلا بشه من بازندم، ولی اگه شرایط درست فراهم بشه مطمئن باشید که نظرم عده زیادی رو حامی خواهد داشت. شما حتما اگر یه وقتی بنده برای یه جایی نماینده کاندیدا بشم به من رأی نمیدید با اظهار نظری که امشب کردم، ولی حقیقت بالاتر از رأی شماست.